سلام، در فراخبر امشب در این باره بحث خواهیم کرد. منابع آگاه از گفتگوهای صلح میگویند که زلمه خلیلزاد به دوحه رسیده و قرار است به زودی گفتگوهای رسمی امریکا طالبان از سر گرفته شود. خلیلزاد به نن قطر سر رسیدلی وی او په قطر کې به په هغه صادقه مسوده چې ترتیب شوی وه په هغه باندې به امضا کېږي، یوه هفته یوه نیمه هفته به ونیسي او نوې خبره به یوازې دا تشپس خبره کېدلی شي چې وي هغه ما په فکر باندې کوم د شک او تردید خبره نشته په کښې کې، یا به تشپس د مخه عامه تشپس کېږي او یا به داسې وي چې په بین الافغاني ناستې کې به تشپس کېږي. منابع آگاه از گفتگوهای صلح میگویند که آقای خلیلزاد در دیدار با چهره های سیاسی از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در کابل گفته که طالبان پس از امضای توافق با امریکا خشونت ها را کاهش خواهند داد. مهمانان هم در این برنامه آقایان عبدالله قرلاق معاون حزب جنبش ملی افغانستان و دبیر مجلس سنا و لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در استودیو هستند. مهمانان گرامی خوش آمدید. محمود صاحب با شما آغاز میکنم. خبر رسیده که به زودی گفتگوهای صلح به گونه رسمی میان امریکا و طالبان در دوحه آغاز خواهد شد. گزارش ها میرسانند که آقای خلیلزاد هم رسیده به دوحه و قرار است این گفتگوها را آغاز بکنه. بسیار گزارا تفاوت بین او گفتگوهایی که مورد خطاب شده و گفتگوهایی که رسمی آغاز میشن از لحاظ ساختاری و کیفیت وجود داره. سلام با شما آقای احمدی، سلام با آقای قرلق و سلام ویژه دارم به بینندگان ورجاوند شما. اجازه بدین با مقدمه وارد بحثم به عنوان چارچوب این بحث. صلح بر دولت افغانستان یک اصل است و آرمان بزرگ مردم افغانستان. دولت جمهوری اسلامی افغانستان با تلاش های واقعی گرانیش صلح را به گفتمان ملی، منطقه‌ای و جهانی مبدل کرد. دیدار را که دو رهبر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با آقای ترامپ داشت یک دیدار بسیار خوب و موفق بود، چارچوب بود برای آغاز گفتگوها که در اوج آقای ترامپ روی تقلیل خشونت ها و روی آتش بس با جلالت ما رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و روی برچیدن لانه های تروریسم که در آن سوی مرز است و به عنوان یکی از معضلات جدی فرارای گفتگوهای صلح است تاکید شد. یعنی اینا پیش‌شرط پیش‌شرط خواهد آتش بحث است، ولی یکی از موارد مهم بحث مو سیف هاونس یا مو پناهگاه امن است. دیدار تعقیبی را که آقای خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا هم با رئیس جمهور افغانستان داشت در واقع در چارچوب اونمون صحبت هایی که بین دو رهبر صورت گرفته بود و تاکیدشان روی آتش بس و خدمت شما عرض کنم پناهگاه امن، این دو تا بحث به عنوان بحث های اصلی مطرح شد و ما امیدوار هستیم تلاش هایی که در راستای صلح پایدار و بایزد در افغانستان برداشته میشه این تلاش ها در واقع ما را نزدیک بسازد به صلح. پاس خدا در نیافتم آقای محمود، تفاوت در گفتگوهای کنونی و گفتگوهایی که مورد خطاب شدن وجود داره؟ او تفاوت ها را خب شما میدانید که آقای ترامپ در دمو برهه بنابر خشونت هایی که از طرف مخالفین مسلح افغانستان اعمال شد او را گفتن که لغو است، که خشونت ها همچنان ادامه هم داره. خب حالا انتظار ما است در طرح رئیس جمهور در ماده دوم تر آتش بس یکی از بحث های اساسی است و ما انتظار هم است. بله، و ما انتظار آغاز یک فصل مبتنی بر پیش شرط آتش بس را داریم. و اما در گفتگوهای امریکا طالبان چیز پیشنهاد یا درخواست حکومت افغانستان در نظر گرفته خواهد شد؟ مذاکرات یک فرایند است بر حل منازعات و رسیدن به یک رای حل به نام صلح. ما در آغاز فصل دوم قرار داریم. اما دور گذشته با انتقاد ها و پرسش ها روبرو بود از جانب حکومت افغانستان، این پرسش ها و انتقاد ها حل هستند؟ بله، در دور گذشته هم طور که انتقادات مطرح بود، ولی در این بار شما دیدین که هر دو رهبر روی یک صلح پایدار و بایزد که محور اصلیش دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و طرح جمهوری اسلامی افغانستان است که اشراف حکومت دارن. تشکر آقای قرلاق، دید شما چه است؟ چقدر حکومت افغانستان تانسته با مدیریت روند اولویت های خودش را حتی در گفتگوهایی که بین امریکا و طالبان وجود داشت و به آغاز هم خواهد شد در آینده و حکومت را ناراحت ساخته بود بگونه بقبولونه و وارد بسازم؟ با
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت هم بینندگان عزیز و همکاران شما و جناب آقای محمود. باز ما به دیدگاه دیگه هستم و دیدگاه ای است که با این وضعیتی که ما گشتی را بار بار ما گفتم، بازم تاکید میکنم، با این وضعیتی که فیلن افغانستان جریان داره، با این دید و دیدهایی که صورت گرفته یا آمدن یا سفر ترامپ در پایگاه آمریکا و یک بحث دیگه خود داشت، آژندای دیگه خود داشت، اما تهنوز متاسفانه که حکومت افغانستان قادر یا موفق به این نشده که اما دیدگاه یا طرح کلی که یا خواستی که مردم افغانستان داره، جریانای سیاسی داره، احزاب داره، او را بتانه بقبولانه، و یا این که تهنوز متاسفانه که بگم طالبا یا اعضای رهبری طالبا در قطر، اونا تا هنوز هم یعنی هیچ گونه کدام انعطاف یا نزدیکی کدام چراغ سبز را نشان به این نداده که برای خواسته های معقول و بر حق مردم افغانستان اونا لبای گفته باشه یا پاسخ داده باشه. پس آخر قلق وقفی که در گفتگوها به میان آمد و یا هم یک روند ختم شد، روند دیگر آغاز شد، این وقفه بی اثر بوده و کار بر مدیریت بهتر روند نشده. گرچه خب تصمیمی که برای لغو پروسه مذاکرات خلیلزاد و با طالبان از رهبری طالبان که آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا داشت، به نظر به دید ما یک تصمیم خوب بود. تصمیم خوب به این بود که چون نو دور مذاکرات آقای خلیلزاد پیش بود، اما همواره هیچ گونه در پالیسی های طالبان یا مثلا یا در داخل افغانستان در وضعیت جنگی کدام تغییری را اونا مشاهده نکردند، بلکه همواره امو وحشت و دهشت و کشتار و خونریزی ادامه پیدا کرد. اما توقفی که داد اونا هم خو در پروی خواسته ها یا اهداف و برنامه های کلانی که اعضای رهبری طالبان دارند، اونا هم یک سلسله سراسیمه شدن، بالاخره دست پاچه شدن، به این شدن که سفرهایی را داشته باشن به طرف مسکو و چین و ایران و اندونزیا، خواستار از این شدن که بعد این پروسه ادامه پیدا بکنن. اما یک دی وقفه دی مابین و یک چیزی که میتونه که طالبان بالاخره نسبت به گذشته یک کمی متفاوتتر نشان بده، بالاخره به خواستهای مردم افغانستان تبیز، وقتی که هر زمانی که آقای خلیلزاد که میاد در پهلوی از که ملاقات ها دیدی و دیدایی که به اعضای رهبری حکومت وحدت ملی می داشته باشه، در پهلوی از او با اقشار مختلف، با طبقات مختلف، با سیاسیون، با احزاب اینا دیدی و دید بکنه، طبیعی است که مسلم است که تمامی در تمام ملاقات ها و صحبت های خلیلزاد که می داشته باشه با جناح مختلف، با شخصیت های مختلف، یگانه خاصشان موضوع آتش بس می باشه، موضوع قطع جنگ، کاهش خشونت می باشه. به او خاطر تاکید می به این است که نظر ما در ارتباطی است که تا زمانی که طالبان از مخاصاش همیشه خواستش همین بوده که فقط موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک، و موضوع یعنی ختم اشغال و همچون موضوع برگشت امارت اسلامی، و در پهلوی از او خواستشان ای است که بعدمو موضوع امارت و موضوع حاکمیت و تصرف. پس به او اساس من میخوام که برای تکمیل بکنم، پس به او اساس که اگر این بار که آقای خلیلزاد قرار است که دیگه بار دیگه مجددا در قطر که قرار شروع بکنه، تا زمانی که آتش بس، کاهش خشونت، طالبان از رهبری طالبان نپذیره، در افغانستان در وضعیت جنگی تغییر نیاید، ما کدام توقع انتظارش نمیداشته باشیم. یعنی آتش بس هم یکی از خواستهای امریکا پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانان هست؟ یک مسئله، یک موضوع است که به این وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود داره، جریان داره، بعد رئیس جمهور حکومت افغانستان یک مدیریت باید داشته باشه، یعنی یک گزینه ای که چطور بتونه که طالبان بالاخره آمده به این شوه که مو حد اقل از خواسته های بلند پروازی که داره از هم یک کمی به عقب به اوی است که تا زمانی که فشار نظامی در میدانهای جنگ به وجود نیاید، تا زمانی که فشارهای نظامی فشارهای سیاسی به وجود نیاید، شما چه فکر میکنید که با گذشت هر روز یک پوسته دو پوسته سقوط بکنه، و با گذشت هر روز قلمرو و سوحه زاد زیافه شه، باز ما انتظار از را داشته باشیم که خواسته ما را میپذیره؟ هرگز نه. بله، و مهمی است که جانب امریکا و برخورد آقای خلیلزاد هم حکومت افغانستان ناراضی ساخته بود و ناراحت ساخته بود، در این برخورد هم ظاهرا باید تغییرات آورده باشه، این وقفه که در کار بود که در این باره پس از میان برنامه میخوایم که پاسخ شما را داشته باشم، و بینده های ارجمند ادامه برنامه را تا چند لحظه دیگر دنبال بکنید. ادامه فراخبر آقای قرلوق بسیار کوتاه
باز برمیگردم به آقای محمود. توازن هم توجه داشتم شناق احمدی. بله بله، من ساعت متوجه هستم. توازن در بلکل. تقسیم وقت. بلکل بلکل، من متوجه هستم آقای محمود. شما راحت باشین از این بابت. آقای قرلاق، زمینه پرسش پیشتر، نارضایتی هایی که در برخورد آقای خلیلزاد با روند وجود داشت در حکومت افغانستان مرفوع شدن، یعنی حال برخورد آقای خلیلزاد ظاهرا تغییر کرده باشه با طالبان. چرا کوتاه؟ من اون معلومات چی ندارم که آیا آقای خلیلزاد با چی رویه و با چی برنامه وارد گفتگو، اما در کارکردهای حکومت چیز دیده شد تا تغییر را به میان آورده باشه در رویه؟ تنوز خود در کارکردهای حکومت ما چیزی را نمیبینیم. دلیل ندیدنش این است که شما میبینید که حداقل با وجود که کشورهای منطقه در مجموع کشورهایی که داخل در قضایای افغانستان است، اونا همه تلاش ایزی را دارن که با در افغانستان باید صلح به وجود بیاید، چون ادامه جنگ وضعیت در افغانستان این قابل حل برازی نیست و کشورهای داخل هم اونا هم خسته از وضعیت فعلی در افغانستان شده گیستن. اما متاسفانه همقدر که خوشبینی هایی که در سطح کشورهای منطقه به وجود آمده، اما حکومت افغانستان یا رهبری حکومت افغانستان قادر موفق به این نشده که یک اجماع داخلی را، یک وفاق سیاسی را در مابین سیاسیون به وجود بیاوره. اولی همواره میبینیم که موج اعتراضات، موج انتقادها و موج نارضایت ها جریان داره. و ایجاب از این را میکرد که حداقل در پهلوی از اینکه مسئله صلح یکی از جمله اولویت های مهم مردم افغانستان از زن مرد همه آرزو و انتظار صلح دارن، ولی ایجاب از این را میکرد که همین خرد همین درایت باید رئیس جمهور باید میداشت که حداقل در داخل افغانستان یک وفاق، یک اتفاق، یک وحدت همبستگی داخلی را باید به وجود بیاورد. درباره جنجال های آزادبند های درونی و این طرف قضیه پسانتر میخواییم بپردازیم، اما آقای محمود وقت شما آغاز میشه. در بحث اجماع گفتن گفتگوها، نه خیر، اجماع را پسانتر گفتیم بحث میکنیم روش. در بحث گفتگوهای رسمی طالبان و امریکا که قرار است آغاز شد و اگر به توافق برسند دو طرف، قرار میشه که کاهش خشونت ها صورت بگیره. واتش بس. نه خیر، گفتن شده که کاهش خشونت ها و سپس در جریان گفتگوهای میان افغانان بس آتش بس مورد تمرکز خواهد شد. چنین یک چیز همی را میخوایم بفهمم. بله. که اگر آتش بس در میان نباشه و تنها کاهش خشونت ها مطرح شوه، جانب حکومت افغانستان وارد گفتگوها میشه با یا نه خط سرخ همان پیش شرط است؟ من از جناب شما خواهش میکنم که یک بار به متن مکمل صحبت های دو رهبر مراجعه بفرمایید. اونجا گفتن که دقیق کاهش یا تقلیل خشونت و قطع و آتش بس دو نقطه. من میپذیرم آقای محمود، میپذیرم، درست چون این چیز، اما اگر اتفاق بیفته که تنها کاهش خشونت ها پذیرفته شده و آتش بس در جریان گفتگوها میان افغانان واگذار شده، این قابل پذیرش است که روی فرضیات بس نکنیم. اگر چنین شود، اگر پس از توافق امریکا طالبان آتش بس در نظر گرفته نشه و کاهش خشونت ها مطرح شود، برای شما قابل پذیرش است؟ این پرسش مطرح نیست. برای ما دیدار کرد دو رهبر داشت و تماس تلفنی را که داشت، اونجا دو نکته مطرح میشه خیلی دقیق. یک، تقلیل خشونت ها و آتش بس. در دیدار تقریبی که آقای خلیلزاد با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بر پیشبرد اهدافی که در دیدار هر دو رهبر، یعنی آقای غنی و آقای ترامپ، صورت گرفت، این دیدار تقریبی در واقع گام دیگر است که چطور او دو تا هدف پیش بریم. ببینید، من خدمت شما چند تا اصل ارائه میکنم آقای احمدی. یک، صلح اولویت دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. یک، آقای قلق لحظات قبل اشاره فرمودن که اجماع نیست. کنش های واقعی گرایانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان که اگر من اون مستاقایش بگویم وقت شما ضایع میشه، که 9 قدم عملی برداشته شد، باعث ای شد که صلح به عنوان گفتمان ملی، گفتمان منطقی و گفتمان جهانی در اصول مطرح شود. امروز منطقه، فرامنطقه و جهان، کنشگران تاثیرگذار منطقه، شما ببینین اینا در صلح برف بس میزنه. چین، روسیه، آمریکا و کشورهای کلانه که کنشهایشان قاعده میسازه در سطح منطقه و جهان، اینا خانه صلح در افغانستان هستن. بنان این باید عجیب نباید اغماز کرد که این کلاش حکومت افغانستان. شما کشورها رو در منطقه میگین، چین هم شامل این حال است. چین، آلمان، این کشورها کشورهای کلان است. مثلا در آسیا شما میبینین که در آسیای مرکزی روسیه خان صلح هست در افغانستان، میخواد وارد بازی باشه. اون طرف بحث چین مطرح است به عنوان یک کشور کلان. پرسش، چند روز پیش
وزارت خارجه آمریکا گفت که چین چنانه که باید همکاری کنه در روند صلح و توسعه افغانستان. نظر اون نظر یک کشور دیگه است، ولی ما به عنوان یک کشور میخوایم بگوییم که حکومت افغانستان مثلا کارکرد چین را بگوییم در باب صلح چاست. خب حداقل یک نگاه نشست برگزار میکرد و هم بنابر جنجال های داخلی با تاخیر تا یک زمان ناروشن رو بس. ببینید آقای احمدی، من خدمتتون میخوام عرض بکنم که در مورد صلح اجماع در اصول هم در افغانستان هم در منطقه و هم در جهان وجود دارد. یک اجازه بدین درباره افغانستان بس گمراه میشه آقای محمود، بس اصلی اجماع را شما خواستین پیشتر روش بحث بکنیم. بله. نه بس چیز دیگه بود درباره اجماع. همه امروز آقای حکمتیار گفت که حکومت مانعی در برابر صلح افغانستان است. با چه تحقیق؟ مبنای این بحث است. یعنی ما ایره تایید نمی کنم، ما به عنوان نمونه در بابی که اجماع وجود نداره بر شما ایره میرم. چند روز پیش آقای کرزی همین مسئله را مطرح کرد. امیان اندازه اجازه بدید من پاسخ بدم. ببینین ما همزمان در یک پروسه بسیار مهم به نام انتخابات قرار داریم. بی تعریفی حکومت در انتخابات یک اصل بوده، ما انتخابات را نمیتونیم به اساس سلیقه افراد برگزار بکنیم و این کار کمیشوناست. کمیشونها مرجع زیرساخت حال میم خدمت شما. برخی از دوستا میخوان که خط ابطال بر انتخابات بکشن و دایه های واپسگرایی و قرون وسطایی اداره موقت را مطرح بکنن. اینا ادعایی است که امروز نه بازار داره، نه مبنا داره، نه خریدار داره و نه منطق داره. بنان در یک نظام دموکراتیک ما به تمام ادعا احترام داریم. صلح به عنوان یک گفتمان غالب در سطح منطقه و فرامنطقه و جهان مطرح شده. روی میکانیزمش دو رهبر به صراحت نشستن، روی طرح افغانستان صحبت کردن، روی آتش بس صحبت کردن و ما یک باب نو را آغاز میکنیم به خاطر رفتن بس. محمود من میخوام بپرسم، بس اجماع داخلی را مطرح ساختین و من بر شما نمونه آوردم که حداقل آقای کرزی رئیس جمهور پیشین و امروز آقای حکمتیار انتقاد دارن. انتقاد شما از اجماع سخن میزنید؟ این نبود اجماع را نشان میده. نه خیر ببخشید. ببینید آقای احمدی، یک سوی تفاهمی که در جامعه روشن فکری و در یک فضای دموکراتیک برخی اوقات مطرح میشه اون این است که برخی نظرات را ما به نام اختلافات میگیریم. ما معتقد به چند صدایی در یک نظام دموکراتیک هستیم. خب اما باید حل شوی چند صدایی نمیشه با نه حل نشه. ببینید ما میگیم که نظام دموکراتیک یک نظام کثرت‌گرا است، نظام مبتنی بر تفاوت نظر است، نظام مبتنی بر چند صدایی است. ما نمیتونیم که ما یک نظام توتالیتر نیستیم که بگیم شما چون نظر نبتین چون نظر بتین. تمام اتباع افغانستان سیاسیون و رهبران حق دارن نظرات خود در یک فضای باز مطرح بکنه. اما قاعده ساز ملت افغانستان تشکر. و دولت اجازه بدین که در این باره از آقای قرلق بپرسم. قرلق صاحب، ظاهرا اجماع وجود داره در درون و مشکل در یک جا وجود نداره و کل کارها هم سر جایش هستن و همه چیز روبرو است در باب است. آنچه که فعلا جریان داره، وضعیتی که در افغانستان است یا حرکت هایی که صورت گرفته و صورت میگیره در ولایت ها و بحثایی که سیاسیون شما که اشاره کردن آقای حکمتیار صاحب یا کرزی صاحب یا سایر سیاسیون دیگه، کلگی از این نماینده دیست که اصلا توافق سیاسی یک اجماع واحد یک دید واحد وجود نداره. متاسفانه فقط کل تلاش ها تلاش های سلیقوی است، تلاش های شخصی است. به او خاطر این مسئله صلح کار یک نفر نیست یا صلح موضوع یا مال شخصی یک نفر نیست. صلح ارتباط به کل مردم افغانستان میگیره. سیاسیونی که ما که میگیم اینا کسایی هستند که در یعنی کس ممکن نام رئیس جمهور اشرف غنی را اصلا کس نمیشناخت، اما سیاسیون کل مردم میشناخت از زمان آغاز دوره جهاد شروع تا دوره مقاطع و امروز و بعد از هم. به او خاطر اینا حتما نفوذ خود داره، هوای خواه خود داره، مردم خود داره. ای که ما بس از دموکراسی گپ میزنیم، بس از مردم سالاری گپ میزنیم، پس امنا مردم از این نیست. بله. که فقط آقای محمود میگن که مردم مشکل نداره، چند سیاست در تنها اختلاف دیدگاه دارن. اما یک چیز بگم، آقای خلیلی، آقای محقق، آقای حکمتیار، آقای کرزی، آقای
جنرال صاحب عبدالرشید دوستم معاون اعلی صدر جمهوری مثل عزیز دهات سیاسی دیگه اینو از پشت خود مردم نداره، هواخوار نداره، نفوذ نداره، ملت مردم نداره. امروز در بدخشان، در تخار و همچنان در بغلان، در شبرغان، در فاریاب یا در پنشیر و پروان و کاپیسا که حرکت ها که جریان داره این چی را نشان میده؟ حال اینا اختلاف هستن یا نبود اجماع و یک مانی؟ پس اینه میست که ما پیشترم عرض کردم اول ایجا وزیرم میکرد چون صلح برای اولویت برای کل مردم افغانستان است، اما در ارتباط با صلح که یک طرح را میشه، یک نظر را میشه، آیا یک جمع، یک دیدی واحد، یک مشترک، آیا در کل دنیا امیر قم از وقتی که یک بحث کلام که با وجود بیا خواهی نخواه یک مشوره صورت میگره؟ پس مشوره با کیا صورت گرفته؟ با کیا بحث شده؟ این بحث چقدر جریان؟ این بحث چقدر دوام پیدا کرده؟ سلامت آقای قلق، فرصت. بله، تشکر. ببینین بحث صلح یک بحث ملی است، ما هیچ زمان نگفتیم که یک بحث سلیقوی و بحث فردی است. اما آقای محمود پرسشی است که آقای قلق میگن که اجماع وجود دو تا نکته شما میگید خدمت شما میرسم. دو تا نکته. نکته اولی که بحث صلح یکی از خواست های ملت افغانستان است، اولویت دولت جمهوری اسلامی افغانستان. وقت دولت میگیم یعنی متشکل از عرصه رو کن و زیر چتر دولت تمام سیاسیون افغانستان و همه قرار داره. طرحی که از ما شما داریم، طرح هفت مادوی، این محصول 5 سال گفتگو با طرف های زیدخل در پروسه صلح افغانستان است. همین طرح شما را شریک 50% قدرتتان یک رویا دانست، یعنی یک برنامه نیست، یک خیال است. ببینین اختلاف نظر در نظام های دموکراتیک نه گفتم. اختلاف از آقای محمود مال خدمت عرض میکنم نظر تو نبود اجماع و یا در افغانستان ببینید داره. خب ما میخوایم بگویم که امو وش لیست، امو سلای وش لیست که مطرح شد در افغانستان تا حالا طرح خیالی یا مگر باشه کسی نداره. می طرح تا بالا متاسفانه در گفتگوهای صلح افغانستان را نکرده. شما اگر از این بزرگایی که امروز انتخابات را میگن خط ابطال میکشیم، اگر شان طرح بخواین طرح وجود نداره. طرح ما طرح خیالی نیست. دولت جمهوری اسلامی افغانستان با یک طرح هفت ماده‌ای کاملا عملی وارد بحث شده. این طرح در ادامه به یک جرگه خواهد رفت که در این جرگه نظرات سیاسیون خواهد گرفته شد. تشکر. و توافق صلح هر از گاهی که صورت بگیره به تایید شورای ملی اسلامی افغانستان خواهد رسید. یک نکته دیگر هم ببخشید که بحث صلح را گفتن اجماع. رهبرای افغانستان هر یک برای ما محترم هستند، بزرگای این مملکت هستند و اینا نفوذ خود داره، تاثیر خود داره و ما برای تمام رهبرای افغانستان احترام داریم. چرا با اینا اما از طرف ببینین مشکل حل نمیشه. قطعا شما ببینین انتخابات یک فرصت است. تمام رهبرای افغانستان در انتخابات بس صلح هست آقای محمود اینا... شادر بس صلح اینا اشاره فرمودن که بس تاثیرگذاری در پروسه انتخابات اگر کسان خود کاندیدا کردن میتونن رای بتن، شهروندان به کسایی که نفوذ دارن ندارن تصمیم شهروند میگیرن. تشکر. و کوتاه در حدود کمتر از یک دقیقه آقای قرلق در باب برنامه هفت مرحله رئیس جمهور دید شما چه است؟ اینا میگن که یک برنامه واقع بینانه و عملی است و مشکل هم نداره. این یک مسئله است که ایتونه است که همیشه انتقادها متوجه دیگه شخصت ها سیاسیون ما میشه و ایتونه است که فقط طرح چند نفر معدود مشخص داشته باشه و دیگرها در مجموع کلی بی سواد بوده باشه. و تشکر آقای محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، آقای قرلاق معاون حزب جنبش ملی و دبیر مجلس سنای افغانستان از حضور زنده رسیدی و همچنان تشکر از بیننده های گرامی که با حوصله مندی بحث ما را دنبال کردند.